سلام به همه دوستان عزیزم امروز میخواییم درباره سیستان صحبت کنیم یکی از سرزمین های ایران بزرگمون که ساکنانش امروز در ایران و پاکستان و افغانستان ساکن هستند سرزمینی تاریخی این سیستان و سرزمینی که به صورت تاریخی در حاشیه دریاچه هامون نزد گرفته حضور تاریخی مستمری هم داره که به دوران مادها میرسه البته مردمانش خب دوران پیش از اون هم حضور داشتن از نظر تاریخی شهر سوخته همزمان با دوران برونز و تمدن جیرفت امروز میخوایم در مورد مردم این پهنه در مورد اساتیرمون صحبت کنیم این ویدیو بخش دومی هم داره که به تاریخ سیستان میپردازه در هفته آینده اون رو خدمتون عرض می کنم. این تقسیم بندی که امروز کردم این که ویدوهای قومیتی رو به دو بخش تقسیم کردم یک بخش مردم شناسی بخش دیگه تاریخ به نظرم بهتره پیش از این خب ممکن بود چیزی از قلم بیفته ناگفته بمانه من شرمنده شما بشم مضاف بر این با طولانی تر کردن با مباحث ممکن بود که حوصله دوستان سر بره و درست کردن اونها فوق العاده دشواره اما با کوچک کردن مباحث تقسیم بندی اونها به صورت عمیق تری میتونم به همه مباحث بپردازم بنابراین ضمن اینکه این, این ویدیو رو لایک و سابسکرایب میکنید زنگوله رو هم بزنید تا ویدیو بعدی رو به محض منتشر شدن مشاهده کنید اما این سیستان چه جور جاییه؟ به صورت تاریخی جلگس مسطحه در جنوب شرقی ایران قرار داره در اطراف دریاچه هامون و دلتای رود هیرمند رودخانه های دیگه هم هستن که به دریاچه هامون میرزن اصلا کلمه هامون در لغت به معنی دشته به معنی جلگست به معنی مسطحه بخش از سرزمینی باستانیه که امروز در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار داره البته بخش عظیمتری از اون در افغانستان قرار داره همونطور که میدونید با اهنامه پاریس سیستان هم سه قسمت میشه شهرهایی مثل زابل، مثل هامون، مثل نهبندان، مثل نیمروز در ایران باقی میمونند اما ولایات فراه و نیمروز و ها رو هلمند از ایران جدا شدن به افغانستان پیوستند مناطقی که بخش از سیستان و زابلستان تاریخی محسوب میشن گفتم نیمروز همونطور که امروز گرینویچ در انگلستان به عنوان نصف نهار جهان به رسمیت شناخته شده در دنیای قدیم این عنوان رو به نیمروز نسبت میدادند که دقیقا وسط چین و اروپا بود یعنی همه سرزمین های مسکون شناخته شده آن زمان از جانب شمال به جنوب هم در میانه قرار می گرفت بر حسب همان سرزمین های شناخته شده اگر اینطور باشه اون رو یکی از افتخارات علمی و نجومی ایران باستان باید دونست جایی که جهان رو جهان شناخته شده رو از شمال و جنوب و از شرق و غرب نصف می کرد یک دژی باستانی هم در اونجا بین سیستان و خراسان قرار داره به نام کنگ دژ یا گنگ دژ که در اساتیر گفته شده که این دژ رو سیاوش ساخته و دقیقا در این نصف نهار قرار میگیره در دوران باستان رصدخانه هم در این منطقه وجود داشته این سرزمین تاریخی سیستان نام های مختلفی هم داشته در دوران هخامنشیان بهش میگفتن زرنکای اسم زرنکه رو میتونیم در نقش رستم در کتیبه های بیستون که به کشور های داریوش اشاره داره ببینیم زرنگ به معنی آبی و دریایی نام دیگه این منطقه است که ارجاع داره به حضور دریاچه هامون که متاسفانه امروز مثل دیگر آبهای پهنه ایران اسیر سوء مدیریت شده رو به خشکی میره یونانیان این منطقه رو درنگیا یا زرنگیا میخوندند در اواخر دوران اشکانی سکاها که تیره انبوهی بودند از اشایر آریایی از شمال شرق ایران از منطقه جیهون به این منطقه کوچ میکنند به گفته تاریخ سیستان از اون دوره به بعد به دلیل حضور اقوام سکا این منطقه سکستان یا سگستان خونده شد سکستان هم یکی از استانهای ساسانی اعراب بهش میگفتند سجستان جز اینها ما لیستی از اسامی دیگری رو داریم که به این منطقه گفته میشد زابل زابلستان احتمالا از کلمه زاب گرفته شده که به معنی آب روان و رودخانه است همچنین اسامی مثل زاریست، زارایا، بلد و جنود و غیره از لحاظ مردم شناسی به مردم سیستان سکسی گفته می شد. سکستان سکسی که این مردم در طول تاریخ شغلشون گاوداری بود به می میپرداختند و پرورش گاو در سواحل دریاچه هامون گویا در گذشته هم گاوهای سیستانی از نظر عظمت هیکل و جسه قوی در همه مناطق ایران و افغانستان امروزی ممتاز بودند حتی در میان اهالی آسیای میانه هم شهرت داشتند به حال از طریق گلهداری از طریق گاوداری خب درآمد خوبی هم گویا کسب میکردن مردمان سیستانی آنطور که در تاریخ ها اومده تنومندن، اندامند اندامن، سبز رو و با چشم و ابروانی سیاه که مشخصات امروز این قوم هم هست و گویا در قدیم به جز ملاها و سادات همه ریش های خودشون رو میتراشیدند سیبیل میذاشتند البته قدیمی هاشون سبیل میذاشتن فکر کنم نسل جدید کمی متفاوت باشه لباس سیستانی رو احتمالا در برنامه های نوروزی تلویزیون دیدید وقتی که چوب بازی میکنند رقص چوب انجام میدن البته گویا در گذشته با شمشیر این رقص انجام میشد رقصیه که با همراهی دهل و ساز انجام میشه البته این چیزی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده یک رقص زنانه هم داریم که به صورت گروهی انجام میشه به آن رقص چاپی میگن مشخصاتش اینه که با ضرب مشخص ساز دایره پاها رو به صورت متناوب به زمین میکوبند لباس سنتی مردان سیستانی به این صورته که در اکثر مواقع کلاه بر سر دارند اما سربند دستیشون چیزی شبیه به امامه روحانیون یک طرف این امامه رو هم روی شانه های خودشون رها میکنند پیراهن اونها هم معمولا سفید و بلند و پرچینه که روی اون جلیقه مشکی میپوشند برای درست کردن این پیراهن 8 تا 10 متر پارچه نیازه شلوار سیستانی هم بسیار پرچینه شلواری مخروطی شکل که برای اون هم باید 6 تا 8 متر پارچه مصرف کرد فکر کنم مثل بیشتر لباس های سنتی ما بسیار پرهزین است زنان سیستانی هم پیراهنی برتن می کنند که اسمش تاجیکه کوتاه از دو طرف چاک داره جلوی این لباس در قسمت سینه بازه قسمت پیش با هنر سیاه دوزی تزئین میشه شلوار زنان سیستانی هم دو ساق مخروطی شکله و جلیقه و کت هم به این پوشش اضافه میشه معمولا هم خب سرپوشی دارند که در جلو گره میخوره این زنان هم بر لباس خودشون چادر سر میکنند زنان سیستانی بسیار هم زیورالات در لباس سنتی خودشون استفاده میکنن بخشی از پوشش رایج اونها این لباس های زیبا از کنم خدمت شما که جزو آثار معنوی ایران دسته بندی میشه در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده سیستانی ها مردمی هستند که زبان فارسی رو با گویش سیستانی صحبت میکنن گویش دوستان زبان نیست در تفاوت زبان و گویش ارز کنم که گویش مکتوب نشده و مربوط به یک منطقه یا گروه اجتماعی زبان در مقابل جایگاه والد رو داره که طیفی از گویش ها از اون ریشه میگیرند. بر حال این گویش امروز در پهنه سیستان ایران سیستان افغانستان بخش های از خراسان گرگان تا فراتر از اون در تاجیکستان در دشت گرگان صحبت میشه خود این گویش خب خیشابندی هایی با گویش کنونی و گذشته خراسانی داره با گویش های مرده مردم ماور و نهر و تاجیکی هم نزدیکی هایی داره این نشان از پیوستگی تاریخی و همخانگی مردم این سرزمینه به باور برخی سیستانی ها از ایرانیانی هستند که بهتر از دیگران زبان و شکل دوره حخامنشیان رو حفظ کردند. البته باید توجه داشت که این گویش هیچ وقت نوشتاری نبوده در نوشتار سیستانی در صده های اخیر خب تلاش هایی شده ناهمه هایی در رسم و خط دیده میشه آرتور کریستیانسن میگه که زبان سیستانی سیستانی باستان در واقع همان زبان اوستایی یا زنده زبانی که اوستا کتاب مقدس زرتشتیان به این زبان نوشته شده ما میدونیم اوستایی در دو مرحله زبانی در دو برهه تاریخی نوشته شده در مرحله اول زبانی است به جامونده از زبان قبایل شمال شرقی که کوانتره و سروده های زرتشت و قسمت دوم که مربوط به دوران متأخرتر آنچه مسلمه این که این زبان عبستایی خب همریشه سانسکریت نزدیک به زبان باستان بوده و چارچوبش به زبانهای شرقی زبانهای شرق ایران نزدیک تره اعتقاد بر اینه که زبانهای ایرانی شرقی در شرق ایران زبانهایی مثل پشتو مثل زبان سیستانی با زبان اوستایی مشابهت هایی داره البته زبان های ایران باستان زبان اوستایی با همه زبان های ایران مشابهت هایی داره اما گویش سیستانی بیشتر از دیگر زبان ها و گویش ها با این زبان نزدیکه حال بخوایم یکی بودن سیستانی باستان و اوستایی رو بپذیریم یا نپذیریم اون چه میتونیم بگیم اینه که این منطقه سیستان در دین زرتشتی بسیار با اهمیته برخی زادگاه زرتشت رو سیستان میدونن معتقدند که زرتشت در اواخر هزاره دوم یا هزاره اول قبل از میلاد از سرزمین های شرقی میان کوههای هندوکش و, و سرمای شدید زمستانی اون منطقه به جنوب ارتفاعات اومد و در اطراف هامون و هیرمند ساکن شد در ادبیات زرتشتی هم بارها از این منطقه از مکانهای تاریخیش از مکانهای جغرافیاییش از افراد این منطقه حرف زده شده در متون اوستایی در متون پهلوی فر زدی از آن اون کسیه که شهریار رود هیروند و دریاچه هامون باشه رود هیروند در اوستا در وندیداد که یکی از بخش های عوستای امروزی اومده دریاچه هامون هم یکی از زیارتگاه های پیروان آین زرتشت بوده در سنت زرتشتی این دریاچه حافظ دانه زرتشته این دریاچه جایگاه آخر و زمانی هم در دین زرتشتی داره قبل از بازسازی نهای جهان سه دوشیزه وارد دریاچه میشند هر کدوم سوشیانت رو دنیا میارن سوشیانت هم همونطور که میدونید منجی معود رهایی بخش دین زرتشته که قرار ظلم و ستم رو در جهان از بین ببره گفته میشه در پایان هزاره زرتشت 150 نفر مرد پرهیزگار از سوی کنگ دژ خارج میشن کنگ هم که عرض کردم خدمت شما یکی از مکانهای تاریخی در سیستانه یک سرودی هم وجود داره با گویش سیستانی که مربوط به دوران اواخر ساسانیان سرود آتشکده کرکویه است که به هنگام روشن کردن آتشگاه ها اون رو میخوندن البته گفتنیه که این آتشکده کرکویه در شهرستان هیرمن در مرکز دهستان دوست محمد شهرستان هیرمند قرار داره امروز در نزدیکی مرز ایران و افغانستان گفته میشه این آتشکده در صده سوم هجری آباد بوده بسیار زیبا بوده حتی فردوسی برای نگارش شاهنامه برای تحقیقات خودش پیش موبد این آتشکده اومده شاید به همین دلیل که سیستان در شاهنامه اینقدر اهمیت داره بر اساس برخی باورهای اساطیری سیستان تختگاه گرشاس بوده تختگاه نریمان و سام و زال بوده بسیاری از پهلوانان ایران از اون منطقه اومدن زادگاه رستم دستان بوده و پهلوانانی مثل سورنا مثل زال مثل گرشاسب دلیلش هم به نظر مشخص منطقی بوده در سرحد شرقی ایران همیشه در معرض حجوم اقوام مختلف بوده و این منطقه برای حفظ سرزمین ایران باید ازش دفاع می شد. انتخاب رستم دستان به عنوان شخصیت اول شاهنامه بیدلیل نیست به آین جوانمردی و قهرمان پروری برمیگرده که در این منطقه رایج بوده امروز هم در افسانه های مردم سیستان داستان های مربوط به زال و رستم رو و افسانه های مربوط به زال و رستم رو میتونید ببینید افسانه هایی که زمانی مهمترین وسیله سرگرمی مردم بوده شرح دلاوری بوده شرح شجاعت و وطن پرسی بوده در دوران پس از اسلام هم این آین جوانمردی در سیمای شخصیت ممتازی مثل یعقوب لیس سفاری خب بازنمود میشه شخصیتی که در ویدیوی بعدی و در تاریخ سیستان به اون خواهم پرداخت فعلا اینجا متوقف میکنم در ویدیویی که بعدا در همین کانال منتشر خواهد شد به تاریخ سیستان میپردازم دوستان نظرتون رو برای من بنویسید نظرات شما برای من بسیار مهمه از اونها جدا استفاده میکنم در ادامه ویدیویی از من در مورد بلوچستان اومده پیشنهاد میکنم اون رو هم مشاهده بفرمایید مکملی بسیار خوبی است زیاد ارزی نیست و تا ویدیوی بعدی در پناه خرد مواظب خودتون باشید